دوستای عزیزم سلام، من سمیرام. امروز میخوام متفاوت ترین چهره ایران رو توی جذاب ترین نقطه تهران بهتون نشون بدم که این روزا به لطف حضور دخترامون قشنگ ترم شده. پس با من بیاید و به هیچ عنوان این ویدیو رو از دست ندید. اما قبلش ممنون میشم حتما کانالم رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت های قشنگتون ازم حمایت کنید. اگرم دوست داشتید میتونید با استفاده از دکمه تنکس منو دونیت کنید. اینجا باملند چیتگر توی محدوده غرب تهرانه که دقیقا کنار دریاچه چیتگر یا همون شهدای خلیج فارس و از لحظه اولی که واردش میشید با منظره قشنگ دریاچه روبرو میشید. باملند یه مجموعه مشهوری برای برندهای تجاری مختلفه که 12 تا ساختمون یا ویلای مستقل داره. واسه همین توی همین مدت کوتاهی که افتتاح شده به یکی از معروفترین مرکز خریدهای تهران تبدیل شده و کلی طرفدار پیدا کرده. اینجا یکی از قشنگترین جاهاییه که ترکیبی از معماری مدرن و سنتی ایرانیه. نماهای آجری که توی محوطه باملند کار شده شبیه بادگیرای یزد و معماری سنتی ایرانی رو نشون میده. مرکز خریدهای باملند هم به سبک معماری مدرن ساخته شدن که البته ویترینا و دکوراسیونش به سبک اروپاییه. حالا میریم داخلشون هم با هم میبینیم. به جز مرکز خرید، اینجا یه فضای بازی با کلی کافه و رستوران داره که میتونید حین خرید برید و حسابی دلی از ادا در بیارید یا حتی دور همیای دوستانه یا جشن تولد توشون بگیرید. کلن هدف از ساخت باملند ساختن یه شهر مینیاتوری بوده که توش همه چیزای بزرگ و کوچیک کردن و همه چیزای کوچیک و بزرگ. خب اینجا فضای بازی و سرگرمی مینیاتوریه که توش بازی‌های مختلفی داره، مثل برج هیجان، فوتبال دستی، دارت، تیراندازی. اینم مینی گلفشه. بیاید بریم داخل مرکز خریداشون هم ببینیم. به ویترینا دقت کنید، خیلی متفاوته نسبت به مرکز خریدهای دیگه. هر سال توی شهر پاریس یه مسابقه توی زمینه ساخت مرکز خرید و هتل برگزار میشه که سال 2018 به باملند جایزه میدن و نشان بین‌المللی استاندارد محصول هم توی این مسابقه میدن. راستی تا یادم نرفته بگم بهتون که قبلا ویدیو دریاچه داخل کانال گذاشتم. اگه ندیدیدش میتونید همین الان اون بالا روی ویدیو پیشنهادی کلیک کنید و ببینیدش.
لینکش هم براتون توی دسکریپشن میذارم که اگه دوست داشتید بعدم ببینید. خب بیاید بریم بقیه محوطه رو ببینیم. عزیزم اینا رو ببینید، خیلی کلاسیک و شیکه. یکم از منظره غروب خورشید توی این فضای آرامش بخش لذت ببرید. وای عجب موتوریه. من شاید یکم ماشینا رو بشناسم اما موتورا رو اصلا نمیشناسم. اگه میدونید این اسمش چیه خوشحال میشم بهم بگید. موافقید بریم توی یه رستوران رو ببینیم غذاهای اینجا چجوریه؟ یکم هم شکم گردی کنیم؟ انتخاب من رستوران باروژه، چون تقریبا رستوران معروفی و غذاهاش خوبه. بفرمایید، اینم از پیتزا و سیب زمینی با پنیر. میخوام یکی از رویایی ترین کافه رستوران های اینجا رو بهتون نشون بدم. کافه رستوران رویال لانج که روی آب و یکی از دنج ترین و جذاب ترین رستوران های اطراف باملند توی دریاچه است. Thank you.
این مجسمه یکی از چیزاییه که توی باملند بزرگ نمایی شده و از دور شاید کوچیک به نظر برسه، ولی وقتی نزدیکش میشید با یه غول سنگی روبرو میشید. راهی دسترسی به اینجا با وسیله نقلیه عمومی یه کوچولو سخته، چون که شما باید اول از طریق مترو صادقی گلشهر بیاید ایستگاه چیتگر و بعدش با اتوبوس‌های مخصوص دریاچه بیاید اینجا و دقیقاً جلوی دریاچه پیاده شید، بعدش یه کم پیاده روی کنید تا به باملند برسید. واسه همین پیشنهاد میکنم با ماشین شخصیتون بیاید، چون هم کلی جای پارک توی خیابون دریاچه هست، هم کلی پارکینگ اطرافش هست و میتونید ماشینتون رو اونجا بذارید. فضای بازی رو از بالا ببینید، خیلی جالبه واقعا، همه چی کوچیک و مینیاتوریه. یکی دیگه از تفریح‌های اطراف باملند شهر بازیه که از اینجا میتونید ببینیدش. اینم یه گوشه ای از هیجان‌های شهر بازی دریاچه.